فقط در جایی کار میکنه که یه کسی میخواد بره آل کش بخره. مثلا امروز من میگم این پول رو تو حسابم، امروز میرم این خونه رو میخرم، خب میگم 500 بخرم، اگه فردا بشه 600، اگه فردا بشه به اصطلاح نقدی که بری بخری فایننس نکنی، اونا خب اختلافش فرق داره، میبینی اون سیوی میره تو جیبه. این چیزی که این خانم فرمودن که شما گفتین تا 5% هم میتونی بدیم اگه کردیت بالا باشه، کاری ندارن دیگه که حقوقمون چقدر بوده؟ چرا دیگه؟ باید کوالیفای بشید، کوالیفای باید بشید، هیچ هر موردی هست کوالیفای بشید، فقط راجع به فقط همون 43% همیشه هست فرمولش. 5% از نظر اینکه با مینیمم 5% شما میتونی یه لون کانونشنال بگیرید، نه لون دولتی که اینشورنس داشته باشه، یه لون به اصطلاح کانونشنال بگیری که به اصطلاح درجه بندی یه لون کانونشنال، یعنی یه لون درجه یک، یعنی یه لونیه که درجه یک بهترین لونی که اویلیبل، یعنی ما که از ایران پول میاریم نمیتونیم که اینجا حقوق حقوق نداشته باشید که نتونید ثابت بکنید کوالیفای میشید، اونو نمیتونید بگید کوالیفای میشید. اگر فرض کنید مثلا میتونید که جرات نکنید آقا اگر خانه بخونه میره یه بام بگیرید خونه بخره، به حال زن شوهر با هم میرن تو خونه، از نظر در حقیقت اینکام آیا در حقیقت اگر فقط مالک اون خونه فقط یکی از اینا باشه، مثلا خانم باشه، درآمد شوهر میتونه به عنوان یک اینکام در جمع با درآمد خانم مثلا برای کوالیفیکیشن کردن فرد استفاده بشه؟ هر کسی که روی هر کسی که روی لون هست باید تو مالکیت هم باشه، کوبایر کوساینر نمیتونه باشه، هر کسی، اصلا کوساینر هم که شما داره میگه با هر کسی که هست باید تو مالکیت اون باشه، یعنی وقتی شما رو وام میدید اسمتون هم تو مالکیت تو تایتل باید باشه، تو سندیت باشه. بعد تمام شد در حقیقت اون خونه مالکیتش مال هر دو هستش که این کام رو در حقیقت درست. البته ممکنه اینجا من دیدم الان مثلا یه فایلی دارم بین دو نفره وام، الان چون میخوان کوالیفای بشن باید دو نفر باشن، ولی داخلی لونی که میگیرن بعد میره یه نفرش ممکنه به اون یکی کویت کلیم بده بیاد بیرون، یعنی میگه من حقی ندارم، در واقع اون هنوز مسئول وام هست ولی در مالکیت خودشو به اصطلاح کویت کرد اومده بیرون، گفته من هیچ ادعایی ندارم، اون میتونه باشه چون پیچ خم حقوقی داره. آره اون چیزای داخلی اون ممکنه بعدش، چون که بعد از اینکه اون وام بسته میشه که واسفارگون میاد شما رو دنبال کنه ببینه شما الان مثلا فرض کنید خونتون الان بخشید به پسرتون یا 50% چون دادید به خانمتون یا اصلا چیه، میدونید مثلا وقتی داخلی فامیلی باشه از لانگ از که شما پیمنتون رو بدین به کسی کاری نداره، داخلی فامیلیه، حتی شما الان میری از نظر اسسورز آفیس که سخت‌ترین اینجا که تمام مالیات‌های خونه است، وقتی بین فامیلی ممبر ترانسفر میشه به تکست کاری نداره، تکست رو بالا پرمونه نمیبره، شما به کسی مثلا خونهش رو میره بین فامیلی ممبر میره الان مثلا من بیام آخوا به خونه رو بدم به پسرم، اگه بدم اون پراپرتی تکس ممکنه الان اگه برم بفروشم 5 برابر بشه، ولی وقتی به یه فامیلی ممبر میدی عوض نمیشه، میگه اونی که شما دارید میرید میشه یک کسی نخواد باشه، مجموع درآمد قابل استفاده است، اون اذیت نمی کنه. چون بیشتر من اینجوری که فهمیدم هر جای میرم یه مقدار بیشتری از ایرانیات که اینجا خرج میکنن از ایران میاد، تا اینجا من هر جایی تو هر جمعی هستم هم درآمدی دارم بازم از ایران یه کمکی برمی‌گیرم. هیچ پروگرامی وجود داره که بشه اینجا ثابت کرد مثلا من در ایران خونه ای دارم دادم اجاره، اون هیچ کمکی میکنه بگیره؟ ببینید شما اگه در ایران یه خونه ای داشته باشید داده باشید اجاره و اینجا اگر یه آدمی هستید که رزیدنت اینجا هستید و تکس رد میکنید باید اون تو اون تکستون نشون داده بشه، میتونه نشون داده بشه، بله میتونم تو تکس ریترن هم نشون بدم که بله من در حال در ایران در فلان جای آپارتمانی دارم، اینقدرم اجاره جمع کردم، اینقدرم اجاره گرفتم، از اینجا هم اینجا فایل میکنیم، چون الان کسی که اینجا هست، کسی که شما، حالا من که پلیس نیستم ولی میگه یکی که اینجا هست
به عنوان وقتی رزیدنت شما موظفی هر درآمدی هر جای دنیا داری به ایران اصلا کار نداره، هر جای دنیا داری باید بگی. اصلا یه دلار هم هست، فرض کن الان من یه حساب دارم در اسپانیا، اگه مثلا به 5 دلار هم داده بعد بگم 5 دلار هم من اونجا بهره گرفتم، این باید تو تکسام ریفلکت بشه. اگه نگفتم، برای اینکه کسی نفهمیده هیچی نشده، ولی اگه یه موقعی کسی بیاد دنبالش میتونه به خاطر هم 5 دلار هم اینجا دیدید بانک‌ها یه موقع برای 5 دلار هم باشه تنگنان تا چقدر میکنن اینجا بسی که هر چیزی میکنن تنگنان 5 دلار هم به شما تنگنان میفته، یعنی به آیرس دول بانک میگه که آقا من 5 دلار به مسعود بره به اصطلاح دادم، 5 دلار به بانک به اصطلاح پول ساختم، پول ساخته من پول ساختم، بانک به من 5 دلار بهره داده، من بعد اون رو ریپورت کنم یا من 5 دلار گرفتم توی حسابم توی حساب سی. حالا هیچ فرق نمیکنه توی سوئیس هم دارم باید بکنم، ایران هم دارم بکنم، چون منتها الان ایران با امریکا رابطه نداره، هیچ کس نمیکنه، خونه هم داره نمیکنه، اون هم داره نمیکنه، برای که obviously there is no way of knowing. ولی همین کار اگر نمیدونم شما اطلاع دارید یا نه، مگه تمام حسابای اینایی که توی سوئیسلند بودن رفتن دنبالشون گرفتن در آوردن، آدمایی که پولاشون رو هایل کرده بودن اصلا با بین امریکا و اونجا همه رو اعلام کردن بودن، این آدم ها این پولا رو دارن و بهشون مهلت دادن، گفتن اگه تا فلان تاریخ نه بگی اصلا هیچی، جریمه هاش و اینا انقدر سنگین بود که همه خودشون با دست خودشون رفتن گفتن آقا ما اینو داریم، ما اینو داریم، ما اینو داریم. یه مهم اینه داشتنش اصلا کاری نمیکنه. شما الان داریم میگی مثلا فرض کن من خونه دارم اجاره میگم، ممکنه اونو شما اعلام بکنی اینجا آخر سر یه دلار هم بهش تکس نخوره، ولی دیکلیر کردی. مثلا از فرودگاه شما میای مگه نمیگه تا 800 دلار معاف، میگه بعد بگی چی آوردی. شما یه موقع ممکنه نمیگی، اگه بگیره میگه چرا ریپورت نکردی در سر میشه، ولی میتونه بگه آقا من الان یه دونه من مجسمه‌ام خریدم 500 دلار، میبینم یا که خریدی بیا تا 800 دلار معاف بدی یا بگو تاکم. یعنی چیزی نیست که الان شما از اینه که بگید اونجا هستم، هر ملکی هر درآمدی شما داری هر جای دنیا وقتی اینجا تکس فایل میکنی شما باید تو ریپورت کنی. منظورم برای گرفتن لون اون کمکی میتونه، اگه تو تکستون طوری نشون بده آفکوز کمک میکنه، فرق نمیکنه، اون اصلا کاری نداره، اون اینکام رو تکس ریتر نگاه کنه. ممکنه الان من یه تکس ریتر بدم که همه درآمدم از ایرانه ولی تو تکس ریتر هم اینجا نشون داده با هم برم کارتو بشم، کاری نداره که توش چی بوده. مهم این کار هست، مهم این کار هست، آره مهم این کار هست. بعضی موقع مثلا بعضی هم به عنوان تریدشون مثلا عادت باید تریدر باشه، یه موقع هستی کسی کارش خرید و فروش خونه هست، این کاره نشون میده همینطوری به عنوان ترید نشون میده، حدی میخریم شهی بایی پول در میاره این کامه میاد تو با اون کوالیفای میشه، نشون میده قماربازه. It's a job. I had files. نشون میده گامبلره، پروفشنال گامبلره. کارش اینه. نشون میده اینو پارسال اومده برده، امسال اومده برده، اومده اینطور کرده. تو تکساش نشون میده. کارش اینه. کسی نمیتونه بهش ایراد بگیره. دی تریدره. نمیتونه بکنی. تو صفحه دومی تکسش رو نگاه کن، تایتلش رو نوشته. یکی رو نوشته دکتر، یکی رو نوشته خانه‌دار، یکی هم نوشته گامبلر. نه دیگه. That's what he does. خیلی هستن که اصلا پروفشنال کارش اینه. صبح میشه این بساطش جمع میکنه میره تو لاسوگا سر این ویزایی که میشینه همین. اونا هم باید تکشنه تا یک قرون آخرش دولت از اونا میگیره هر پولی دارن. اصلا بهشون 1099 میدن. یعنی خود اونجا بهشون وقتی یه چیزی برداد میشه اعلام میکنن به آیرس هم میگن آقا این آقای قه الان برد. و تکش بده. پس این کار کاری نداره از کجا اومده. بخاطر هم یکی هم مثلا از کن ویتر رستورانه اینا که بهش تیپ میدن کسی نمیبینه که، ولی یکی از خودش میره میگه آقا بله من با این قدم داشتم، اعلام میکنه بر اساس اون میتونه کوالیفای بشه. توی این قومم میگه آقا من میگه هم کش داشتم آقا من کش همون رو نکنم نمیشه اونا رو استفاده بکنم، یا هر چی که فقط تو ترسیتر نشون میدی آفیشالی این کامل بوده، اگه اینجا نشون نده then it's not your income. چند بار بست رو اعلام کردید که خرید خونه تکس داره به همراه خودش، یعنی شما رو وام گرفتید خونه رو گرفتید پراپرتی تکس داره. بله
پراپرتی تکس عددش هم مثل که عددش از یک و ببینه جاهای مختلف فرم کنه. در لس آنجلس کانتی که ما هستیم حدودا 1% 125 1.25 1.25% خود قصد پراپرتی ببینید مقداری که میخرید رو قیمتی که میخریده فرض کن اگه یه خونه رو بخرید شما 100,000 دلار یه میلیون دلار باشه تکسش هست 12,500 دلار در سال بعد تقسیم میکنن هر ماه مثلا شما 1,000 دلار در ماه نمیگیرن تکسای لس آنجلس کانتی در دو از وسط سال به وسط سال در دو نوع برنامه مارکش هم میتونن جنرالی در نوامبر فست بیلا میاد الان که ما توش هستیم الان ما آگست من نیومده از وسط سال تا وسط سال فیزیکال ایر نیست از جولای فرست شروع میشه تا جون 30 پس و بیلش هم در نوامبر فرست میاد در نوامبر بلافاصله مولت هم نمیدونه اما دوم یا میرین تو میلباکس تکس ها که میاد باید یکیشو تا دو تا ده دسامبر وقت داری بدی یکیش هم تا ده اپریل وقت داری بدی منتها در مورگجا برای اینه که بعضی از اشخاص ممکنه یهو به دو تا بیل گنده نخورن یا مثلا هرچی حقوقشون رو میگیرن البته اینو درست کردن ما ایرانی های معمولا این مشکل رو ندارن چون ما حواسمون هست که چیه ولی درست کردم یه کسی که نه همه پلاش خرج کنه بعد یه بیل تکس بیل میان بیل داره میان درست کردن که میان ماهیانه با مورگج از شما ستاپ میکنید یه دوازده همش هر ماه از شما میگیرم بعد بانک واس فارگو یا هر بانک دیگه ای که هست میاد اون تکس ها رو خودش میده به جای شما جمع میکنه توی یه حساب نگر میداره بیله که میاد میرید بیلو میده که دیگه شما یه بیل 12,000 دلاری نگیرید ما 1,000 دلار رو از شما جمع میکنه بیلش که اومد میده به دولت به کانتی تکس اسیست پس به عنوان خلاصه بحثی که هستش سه تا پایه تا حالا صحبت شده یکی اصل و فرع در حقیقت اصل و اینترست مورگیج رو باید ماهن پرداخت بشه یکی در حقیقت همین تکس هست یکی هم احتمالاً همون اینشورنس هستش غیر از این سه تا چیزی که بخواد هست اینشورنس هومونر اینشورنس هم شما دارید اون اینشورنسی که راجع بهش الان داریم صحبت میکنیم اون اینشورنس مورگیجه یکی تکس یکی هم هومونر اینشورنس شما باید خونتون هم اینشورنس فایر داشته باشه که اگه خدای نکرده این خونه آتیش گرفت اینشورنس پولشو بده برای که پول بانک در خطره بانک اومده پول داده شما یه هومونر اینشورنس هم میخواین که البته اون فقط کر میکنه برای فایر اگه توش مثلا بگه آقا من پرسونال پراپرتی ما اینشورنس کنم کاری نداره شما طلا جواهر مالی داری کاری نداره اونا به اون کار نداره اون فقط به فایره کار داره اینشورنس زلزله هم مندتوری نیست فقط فایر مندتوری شما باید یکی بدخل در آتیش باید داشته باشی به اصطلاح کافیه در واقع جزبه این سه تا چیزی رو که ما باید برای لون بدیم برای هر خونه که می‌خریم وقتی زندگی می‌کنیم یه مینتیننس هم باید بدیم مینتیننس هست دیگه هر خونه یه خرج خودش داره واسه چی شهر میشه من داره خونه خیلی معمولی ما 500 دلار مینتیننس هم ممکنه یه موقع بیشتر بشه بستگی داره بستگی داره که چقدر باشه که موقع میدونید به قول معروف اگه استخ داشته باشه باید یکی استخ رو تمیز کنه باید داشته باشه گاردنر بخواد برق آب این فرق میکنه اینا همش هست در واقع با تننت نیست ولی با آدرس لانگ ترم یادتون باشه لانگ ترم حرکت گرفتن مورگیج و خریدن ریال استیت لانگ ترم is the best investment there is no هیچ شکی درش نیست از این اینوستمنت بهتر نیست برای که شما در واقع مخصوصا حتی اینا که اینوست میکنن میخرن میدن اجاره در واقع شما میدی به اجاره یه کسی دیگه داره پیمنت شما رو در واقع میده که شما یه روزی مالک میشی 100% مال خودت تعریفش اینه شما اگه یه جایی رو بری بخری بتونی رنت بدی که اون رنته بیاد پولشو بده پیمنت تو بده چی میشه اون داره پیمنت رو میده شما اصل و فرع داری میدی بالاخره تموم میشه دیگه یه روزی مالک اونجا میشه الان مگه سالا چجوری اینجوری میگذره سالا ایرانی داریم چه 2000 مثل که اصلا 1900 و چندی بلان ایران
96 داری میشه سال 2000 کامپیوترها قطع بشه. اون سال 2000 بود، یعنی 2001 میشه یک سال. الان 17 ایم، اون یکی هم اضافه کن میشه 18 سال پیش. 18 سال پیش بود که میگفتن آقا الان این قرار نمیدونم همه چی رو زیر رو بشه. هیچ هم نشد. 18 سال گذشت. منظورتون از این لانگ ترم، یعنی شما ویوی 30 سال. لانگ ترم که دارم میگم واقعا شما حساب بکن. من میشه موقع میان از من میپرسن مشورت بکنم، میگه آقا مثلا این کارو بکنم این کار نکنم، میگم که الان حسابدار خود من، حسابدار خود من سی پی هست، میاد از من همیشه مشورت میکنم. من باید دارم میشه اون از من میپرسن میخواد یه چیزی رو بخره، بهش میگم که ببین تو اگر هر چیزی رو الان نگاه بکنی الان به نظر سویت نمیاد، یه چیز واضحیه، نباید هیچ وقت با این تصمیم بگیری، همیشه باید دور رو ببینی، فیوچر رو ببینی. اگر به فرض، حالا برای اینکه بفهمی چی میگم، مثلا فرض کن شما، فرض کن 15 سال پیش شما میرفتی یه جایی، مثلا فرض بکن یه خونه ای رو میگفتن آقا 250,000 دلار، شما میگفتی آقا اصلا 250 تایی چی، من 10,000 دلار هم بدمیدم میخرم ازت 260. اون موقع مسخره بود دیگه، گفتم آقا این دیوانه شده داره 250 رو میخواد بخرید 260. حالا امروز چی میشد؟ حالا میگه کاش بود 250 تایی رو خریده بودم 260. چی باعث این شد؟ زمان. من خودم اوریجینالی که قبل ازم بیام توی کار فایننس و اینا کار ریل استیت میکردم، باور کنید این اگه بگم شاید خنده تو بگیره، خونه هایی که تو هم رسیده که هنوز هم دارن میفروشن توی هاتورس، توی رسیدا، نورت ونچرا، سه بدروم های اینا بود 37,500 دلار. چه سال؟ 92-93. 37,500 دلار سه بدروم و دو نیم بد. اصلا کسی هم نمیخرید، انقدر هم ازش بود، این لاک باکس که میذاشتن دم دراش اصلا یه چیزی، اصلا یه مثل یه سیستم مثل یه دیزاین شده بود. 50 تا لاک باکس بود میتونستی بری. هنوز هم یادم میاد شماره‌اش 18620 آدرس. هنوز هم دارم همون 37,000 دلاری میشه که الان 450,000 دلار دارم میفروشم. یعنی نه ساختمونش عوض شده، همون دیوارا همون دیوار 10,000 سال پیشه، درا هم همون 10,000 سال پیشه، واقفش هم همونه، اولش هم که تو 10,000 تا بچه اونجا دارن شنا میکنن. هیچ چیزی عوض نشده و قیمتش در برابر شد. تازه برای ما ایرانی‌ها اون موقع دلار هم بوده. آره. ولی اگه اون موقع، ولی همون موقع آدم چی بود نمیفهمم که هم واقعا مثلا به یکی نشون بده همش با این اگه 500 دلار دیگه کمتر بده من میخرم، حاضر نبود بخره، نمیخرید، بخواست مثلا معامله رو به خاطر 500 دلار با هم بزن. اینه که پس دید. حالا یه مثال دیگه بهتون میزنم، این حالا اینجا تو رسیدا من یه اینم که در میام حیاته، یه خونه در نورت سانتا مونیکا، نه بیرشه، سانتا مونیکا تو خود رودود رایب پایین سانسل. در اون موقع به یکی از همین کلاینت هم یه آقای پزشک ایرانی بود نشون دادم، این خونه رو اومده بود تو مارکت 1,050,000 دلار. ما رفتیم اینو روزی که جمعه بود که اینو به اصطلاح هنوز آفیشالی تو مارکت نبود، روزی بود که بروکرها میتونستن ببینن، ایشونو با خودم بردم که ببینه. گفتم آقا این رودود رایب دیدم خیلی بالا بود، گفتم این 16,500 اسکوفیل زمین داره، این مثل تلاس، اصلا این یعنی close your eyes and buy. این خانمش اومد با آقا سب بکنیم حالا تا ویکند ببینیم چی میشه، اگه 950 بده میخریم. اینطوری هیچ نشون با نشونی که آقا اینا هیچ عملی تو اون ویکند نکردم، چون من رفت بودم سر چشمه اونجا که در میومد نشون میدادم که هنوز اکسپور نیومده تو مارکت. گذشت به شنبه تازه بودم آقا یه چینی اومد اینو فول پرایس همون 1.7 خرید.
همین الان، اینی که دارم بهتون میگم مطمئنم از این بیشتره، نمیخوام عدد خیلی بالا بگم، همین الان لند ولیو اونجا، همین اصلا لند یعنی یک کو یه دونه بولدوزر رو دارم جا I think maybe about 4.5 million شما حساب بکن. ولی اون موقع آدم بیاد بگه نه من بخاطر 50 تومن نمیخرم. چه سالی شما؟ اینم دارم میگم، همون موقع هم شاید همون موقع 90s 95 94 95. خب بخواهم بگم ببین چجوری میتونه جامپ بکنه ریال استیت. پس هر چیزی رو شورت ترم ببینی زیاد نمیبینه آدم. You have to let it sit. بعد حداقل 10 سال نگه داری. 10 سال. حداقل بعد 10 سال نگه داری. اگه 10 سال نگه داری، من خودم اینجا الان توی شرمنان زندگی میکنم، توی ولی وستا. موقعی که من خونه خریدم، اصلا کسی خونه نمیخرید. اگه یک خونه میخرید، مثلا همه تو استاک مارکت بودن و دوست خودم مسخره میکنم. واقعا چرا خونه میخرم؟ میرم میذارم یاهو میخرم. نمیدونم استاکی نمیخرم. اصلا کسی نمیخرید. اصلا نگاه نمیکرد. من وقت خریدم این خونه که من خریدم یک سال تو مارکت بود. یک ماه و نیم طول کشید که با این نگوشیت میکردم. همگاه این الان رفته بروکرش میگه این رفته مسافرا داره برمیگرده. گفتم خب باش هر اخمد به من خبر بده. دو هفته بعدش میومد. اصلا کسی نبود که مثلا بیاد بپره نمیدونم آفر بده یا منو بندازه بیرون. این صحبت ها نبود. دست از تو برای ایرانی ها فکر نمی کنم کار بکنم. من خودم یه لون 30 ساله داشتم کردم، 20 ساله کردم، 15 ساله من هم پید دارم اجازم حبه برای اینکه ما سیستم همون فرق میکنه. اون مال کسیه که همه پولش رو همیشه خرج میکنه، سیوینگ نداره اصلا. دست توتلی دازن اپلای تو اصلا. در حال حرکت داشتن این مورگیج واقعا یعنی ابیلیتی اینی که البته قبلا هیچ لیمیتی نبود. الان برای اطلاع شما بگم الان 4 تا مورگیج بیشتر نمیشه گرفت جمعا. 4 تا ماکسیمومه. قبلا من داشتم یک کسی اومده بود پیش من 27 8 تا لون داشت. همه خونه های کوچیک کوچیک تمام امریکا خریده بود. اصلا من از اون گفتم اپلیکیشن دور من دیوانه میشم اگه بخوام این کارو بکنم. بخوام اینا رو وارد بکنم خیلی کار سختیه. الان شده 4 تا. یعنی بیشتر از 4 تا شما دیگه نمیتونی بگیری. لیمیت کردم. ولی شاید اینطوری من میگم میام لیمیت کردم برای اینکه از بس کار خوبیه اون دیگه نمیخوام بدن دیگه. مثلا یه جایی میگه آقا مثلا میخوام یه جنس بخری میگه مثلا لیمیت 4. دیدی نمیتونی هر چی خواستی هر روز شفت برداری. واقعا لیمیت 4. برای اینکه at the end of the day اگر یک کسی درست حرکت بکنه با داشتن این مورگیجا با این ریتایی که الان هست و با این there's nothing like it this is like the cheapest way to invest, the cheapest way long term to have good assets. برای که اینا همه برمیگرده وقتی شما اینا رو درست بکاری اینا همه برمیگرده بعدها اینا هایی اکلیر میشه یا میفروشی اکویتیش میتونی برای ریتایرمنت استفاده کنی. برای که نگاه نکن شما میگه آقا یه لون 30 سال است، مهم نیست. مثل یه لون 30 ساله مثل یه کسی که مثلا میگه از اینجا میخواد 10 تا ایسکا بره شما وسط 15ش میای بیرون. باز به اندازه اون 15ش جمع کردی. به اندازه 15ش اکویتی داری، پول خودت اون تو. 5 سال نگه داشتی، به اندازه 5 سال پیاده میشی 5 سال جمع کردی. از ماه اول شروع میکنی شما جمع کردن. هر ماه یه پولی میدی هی از مالکیت خونه ده اضافه میشه. حالا چی یه دلار چه صد دلار؟ یه چیز عادیه. خب یه مقداری بهره ها پایینه، یک مقدار اینونتوری نیست. منظورم اینه که با توجه به اینکه قیمت رفته بالا، پس چطوره که ریت لون پایین هست؟ ریتی که میدن برای خریدن خونه چطور هست؟
دلیلش چه که ریتا نسبتا خوبه؟ ریتا من فکر میکنم شخصا ترند جنرالی عوض شده دیگه. اون موقع که مثلا من که اینجا به ساعت برار اومدی مثلا ساله ایکیز که 18% اون در اصل سی دی ها رو میذاشتم، ترند عوض شده دیگه. میتونی this is not bad، برای اینکه الان مارجینی که برای بانک هست نسبت به مورگیجی که میده، نسبت به سیوینگی که میده، these are good. even though که الان ریت به نظر شما پایین میاد، ولی از نظر ارنینگ و اینا برای بانک ها is not a bad thing. ریتا خیلی مناسبه. خب من که من خونه بخرم، ولی میگم تعداد اونهایی که تو مارکت هست خیلی کمه. میگم دیگه به خاطر اینونتوری کمه. اینونتوری که کمه قیمت میره بالا. وقتی شما میدونی الان من مثلا تو خیابون معلم من میبینم مثلا یه دونه خونه دو تا خونه است، خب من میگم الان اینو خب میتونم هر چی بگم. الان یه آقای میاد میبینم یا آقا من اینو دوست دارم بخرم، ولی اگه 10 تا بشه اینونتوری زیاد بشه ما رو من نمیخره، من روبروی میخره، روبروی نخره میره یکی میخره. اینونتوری کمه به خاطر همین قیمت. شما میری لیست میکنی خونه تو 350 تا میفروشدش 370. این با ما این کامل شدن من رو میخوام خودم از کنم. اینا نرخ‌های فیکس داره دیگه فرق نمیکنه. کامل شدن همه نوعی توش هست، فیکس و اجاستمنت. همه اینایی که لانا که گفتیم جنرالی هم توی کامل شدن هست. FHA هم داره، هم فیکس داره هم اجاستمنت داره. منطقه گفتم FHA ارزون تره، ولی به خاطری که اون مورگیج اینشورنس رو داره یکم هم ریتاشو پایین تره که یه ذره اترکتیف تره، ولی you paid in different totalش که نگاه میکنی بیشتر میدی. اون پایین عدد پایین بیشتر. بعد با توجه به اینکه آدم به خاطر جمع بکنه یه آرامشی داشته باشه، چون اون روز بالاخره اون که مثلا 10 سال دیگه داره همین آقای کره یو یه موشکی بندازه چیزی بشه و هم بریزه، نرخ ها به هر حال جابجا بشه بیشتر بشه. اگر آدم فیکس باشه فیکس بهتره، یه به خاطر همین یه مقدار بیشتر میدید سیفتره فیکسه. ولی این اجاستبل هم اونطوری نیست که هر جایی بخواد بره، یه لیمیتی داره 5% به اضافه استارته. یعنی به فرض اگه الان مثلا همین لونی که من میگفتم با یه بالای من دارم برای آقای میگیرم 2.875 لایف کپش، یعنی تو عمر تش 5 به اضافه اون میشه 7 خورده، که چیز بدی نیست، چیز وحشتناک نیست. من خودم مورگیج که گرفتم 8.5 بود تازه خوشحالم بودم. چیز وحشتناک نیست که مثلا بگین لایف کپ این 7 خورده ایه، چیزی اتفاق چیزی نمیفته. ریسک اون شما اجاستبله. خب گفتم یه مدتی مثلا 7 ساله میگیری، 7 سال از این استفاده میکنی از این پیمنت کم. بعد ریفایننس میکنی مثلا گیری هزینه داره ریفایننس کردن؟ هزینه داره، هیچ هزینه داره. هر ریفایننسی آف کورس هزینه داره. یه چیز حدود مثلا $3,000 هزینه داره، برای اینکه یه اسکروی لازم داره، یه تایتلی لازم داره، پروسسینگ داره، اپریز باید بشه. هر نوبت که چند هزار بود داره؟ حدود $3,000 تقریبا. این درسته که میگن هر چند سال که خونه خرید میکنی حالا دولت یا کسایی که بروکن یا هر کی یه کاری میکنن که این قیمت رو شکسته بشه یا همون منظوره بعد از چند وقت؟ بله من درسته که میگم سیستم اون حرف نیست، ولی جنرالی خب مارکت ببینید مارکت آپ اند داون، اگه نگاه بکنید همینطوری بالا رفته، ولی این بریکینگ پوینت داره همیشه یه جایی یه دراپ میکنه ولی باز دوباره برمیگرده بالا، دراپ میکنه برمیگرده بالا. این یه چیز نرمالیه. It's actually very healthy. It's not unusual. ایران اینجوری نیست. مثلا الان یکی از دوستای من مثلا 16 سال پیش یه خونه ای رو اینجا توی مایداد خرید $300,000. الان شما مثلا طبق گفته شما که میگی لانگ ترم میره بالا، الان بعد 16 سال خونه‌شو $300,000 هم نمی‌خره. یعنی اون تو گرونی خرید. یعنی اون همیشه به من میگه اینجا هیچ وقت نمیتونی روی این حساب کنی که پولت کجا. بعد ببینید کجا خریده، لوکیشن ببینید. اولی که میاد امریکایی کسی بخواد بره توی رسته میگن سه تا چیز باید میگه لوکیشن. ما اول این که این اشتباه چاپیه من تو چه همه یک نوشته این حرف، این حرف شما درسته. این پولی که میذارید کجا میذارید؟ ممکن بود اینشون همون $100,000 رو یه جایی میذاشت همون موقع، مثلا به فرض توی وست ساید سمت ونیس سمت دریا
خونه های بانگولا همین 125-150 هزار دلار بوده، الان اونا شده 2 میلیون. این بعد میدی کجا اونو بذاری؟ ایشون اونی که گذاشته شما راست میده، اون رفته مهرش رو بدترین جا بود. از خیلی جالب و مناسب باشه. هر چی شما لوکیشن رو بشکم چه هر چی که بهتر بری ریترنش بهتره. منتها وقتی که کسی نمیتونه هی میره هی میاد هی میره دور. نمیتونه سانتا مونیکا بخره میاد داره تو تر، نمیتونه اون بخره میاد سر کو مارالا نمیتونه بخره زیر میاد پایین. پایین نمیتونه پول پول آره ونچورا میگه ساد ساد نمیتونه بخره میره نورد نورد تا حالا نورد ونچورا از بعد میگه حالا نمیتونی نورت به چه بخری میگه رفت سات فریوی. این همینطوری میره. یکی تو سان فرناندو ولی نمیخره میره تازه پامدل. میگه حالا دیروز من اینو پامدل شدم خونه های سینگل فامیلی مثلا 200 تا بزرگ و نو. بعد یکی میگه آقا اونجا تازه چیه؟ اونجا نمیتونه افورد کنه میره لانکستر. باز اونم میگه من 5 تا از اون ور داره. این بسیاری داره هر چی دورتر میشی درسته ارزونتر میگیری. ولی جنس بدتر میگه، جنس بدتر همیشه بدتر میره بالا، کمتر میره بالا. اگه همه اینا رو درست بذاری الان مثلا به فرض دو نفر که خونه خریدن، من به سال حقیقی شده دارم، دو نفر که من میشستم، یه نفر اومده رفته در خیابون 24 روم سنتا مونیکا خونه خریده در یه سالی، اون نفر اومده در نورتریش خریده، اون نورتریجه شده 3 برابر تو این مدت های سال ها، مثلا اون سنتونیگل شده 10 برابر. The same money. ولی همون موقع اون آدم در مقایسه پول خوب بیشتری داشته نسبت به اون. نه نه، میگم the same amount. اون میتونسته به جایی که بره اونجا بخره، اونجا بره بخره رفته. اون تا وقتی با نورتیش خریده، رفته دیده یه خونه نوع درش درایوی فلان داشته، اون دنبال درایوی فلان نرفته، اون رفته یه خونه نرمال معمولی خریده، اون رفته یه خونه پت و پنتر بزرگتر خریده، جفت چونم یه قیمت خریدن، مالو میشده 10 برابر، مالو میشده 3 برابر. من بجاش 10 سال خوب زندگی کنم. حالا اون جواب شما رو بدم، اونی هم که اونجاست اون خونه رو خراب کرد، الان درست کرده 20 برابر میاد. اونی باید خونه خراب کرد. اون خونه سنتا مونیکا مثلا بعد کن لاتش از 50% و 100% تو برابر. ولی جنرالی تو ریال استیت شما هر چی که پراپرتی بهتر باشه بخرید بهتره. یعنی ممکنه شما الان میرید دو تا مقایسه میکنید، یعنی حتی تو یه لوکیشن میرید، یعنی یه کسی مثلا به 10,000 دلار بیشتر میده، یه خونهش 10,000 دلار گرونتره، اون خونه 10,000 دلار گرونتره رو بخری بهتره تا اون. اون 10,000 دلاره برای خودش یه رشد دیگه داره. بعد میای مقایسه می‌کنی این دوتا، اونی که 10,000 دلار بیشتر بود مثلا حالا 400,000 دلار بیشتر می‌ارزه. تمام یک اصفایی می‌کنم. اینا وامایی که برای 4 یونیت یا داده میشه اینا چیه؟ مثلا همینه، مثلا تا 4 یونیت، مثلا همین تا 4 یونیتی، مثلا همین تک واحدی حساب میشه. بعد یه خوبی که داره شما میتونید اون رنت اون یونیت های دیگه‌ش هم استفاده کنین برای پیمنت. مثلا کسی میگه الان من 4 یونیت میخوام بخرم، یکی شو میخوام برم توش، 3 تا شو میخوام اجاره بدم، اون اجاره کمک به پیمنت میکنه. پس اون اجاره مقصد مثل اینکام حساب میشه. مثل اینکام دیگه. باید بدی. تکس باید بدی. نه که مثلا رنت ها تو تکس ها اعلام میکنی اینقدر این داشت. کمک اون پیمنت ها. هر چی که میگیری اگه بگیری خب در مقابلش هم پیمنت شما داشتی. خواهش بکنم. الان خواستم تشکر کنم واقعا که جلسه مثبت اینجا تا اینجا شد اگر نرش داشت. بعد ما چجوری میتونیم اگر با شما اگه احیانا بخواهیم شما یا حالا نجموعه به چی صورتی میتونیم؟ خواهش بکنم. من کارت هم اینجا گذاشتم، کارت بهتون میدم. من تو شعبه مولدنیز هستم، اگه سوالی چیزی دارید همیشه تلفنم روشنه، جوابتون بهتون میدم. کاری دارید اگر شرایط شرایط دارید میتونید اقدام بکنید برای مثلا پری کوالیفای شدن. در واقع میان ما نگاه میکنیم به مدارکتون، کردیتتون نگاه میکنیم، پری کوالیفیکیشن بهتون میدیم. مثلا میگیم شما الان اینقدر کوالیفای میتونید برید استارت شاپینگ، میتونید برید برای خرید. ولی یه نوبت یکمی اگر
اشخاصی که الان به اصطلاح واردش نشدن، میدونم بعضی از شما نالجی بیشتری ممکن داشته باشید، یه بار واردش بشید بگیرید، خودتون عادت میکنید، میتونید علاقه مند میشید، میدونید از دور آدم نگاه میکنه ممکنی یه ذره براش چیزی باشه، ولی هرچی که بیشتر بره توش میبینه که از نات در دیگا به دیگا میشیده. اون صحبت درآمد باید حداقل 2 سال هم باشه، درسته؟ درآمد 2 سال بعد باشه، ولی اگر یه کسی یه جایی ایمپلوید شده باشه، رفته کار گرفته یه جای کار میکنه، 6 ماه هم باشه میشه. اون 2 سال که میگه برای کسی که سلف ایمپلوید، من میگم آقا من بیزنس خودم رو دارم، بعد 2 سال ثابت بکنم که من مثلا میتونم خوشویی داشته باشم، 2 سال ثابت کنم میتونم بقالی داشته باشم، تو میتونم بکنم. ولی اگه یه کسی میگه من مثلا رفتم یه جایی جاب گرفتم 6 ماه مشغول به کاره، یا اشخاص که حتی از مدرسه میانم، ما اول اصلا من الان بوده که کسی که درسش تموم شده همیت کارش شروع نکرده، لونش هم گرفتیم، لونش هم بستیم، ولی که با اون آفر لتری که داره نشون بده این آدم میگه داره میسر کار. من با یکی صحبت میکردم، گفت چون تازه درس تموم شده موقعیت خوبی هم داریم، تازه اگه درس تموم شده باشه یه جاب بگیری، یه ما هم سر کار باشیم اکر دو دلا دست فورمون خیلی چیز خوبیه. وقتی که درسش تموم شده باشه با همون میگم اصلا حتی شما یه آفر لتر هم داشته باشی، میگه الان به فرض شما قرار سپتامبر 15 شروع بکنید، میتونه خونه هم شما اگه دانتو داشته باشی دانتو هم داده، میتونه همش گیفت باشه، میتونه یه کسی الان گیفت بده، پدر مادرش گیفت بدن به یه بچه تمام 20 درصد شد درسش هم تازه تمام کنید بهشون گیفت، بعد اون شخص نشون بده که پول داره، یه گیفت لتر هم پر میکنه، میگه من میخوام گیفت بدم به بچه هم. خب پدر مادر من که توی ایران هم چطوری؟ اونم اگه باشه مهم نیست، میتونه گیفت بیاد تو حسابتون، گیفت لتر پر کنید، کار میکنه، از لانگ است که نشون بدید از یه نفر اومده قابل اجراست. یعنی به حضور خودمون شخصی که گیفت میده نیازی نیست، رایت؟ right? اون گیفتی که میده بعد گیفته نشون بده که از کجا اومده، مال کیه، تو چه حسابی کیه، به شخصی که میاد. یک گیفت لتری هست که هم دونر رو روش امضا میکنه، میگه من دارم اینقدر گیفت میدم به پسرم، به دخترم. بله، ولی اگه اون شخص اینجا نباشه چی؟ شخص رو احتیاج ندارن باشه، فقط باید اکانتش رو کار بدن. اکانتش رو دارن. اکانت من ایران. اکانت من رو کار دارن که اینجا هستم. نه، شما میفرمین کسی که دونر میکنه، اون باید امضا کنه، رای؟ اون گیفت لتر رو باید امضا کنه. خب اون کسی که اینجا نیست، یعنی باید بفرستن براشون اونجا که اونجا امضا کنه، میتونه اونجا امضا کنه، میتونه اون وایر کرده باشه اون پولو، از لانگ است که نشون بدن این پول اومده از اون شخص فامیلیشه مورد بعد. مثلا من الان دارم میرم ایران، میتونم از بانک اینجا یه گیفت لتر بگیرم ببرم پدرم امضا کنه؟ اگر ایشون امضا بکنه و اون پولی که میاد وایر بشه بیاد به اکانت شما، آخه از ایران نمیشه اینا، اون مشکله دیگه، اون نمیاد دستگیر که میشه مشکل میشه، اون پول شما خودتون باید بگیرید بذارید تو حسابتون 2 ماه بمونه دیگه، از حالت گیفتی در بیاد. چه فرق میکنید برای چه بدن و ندن، ما تمام مشکل رو داریم. منظورم به اینه که مثلا شما الان میفرمایید که ایشون برن از ایران بیارن، اون وقتی میارن اون وقت مشکل داره که نمیاد. خیلی راحت احساس بکنید چون 40000 دلار بیاد شما فقط اونجا اگه زیر 10000 دلار باشه کار بشه نداره، اگه بالای 10000 دلار باشه شما فقط باید دیکلر کنید که من دارم اونجا بنویسم تو برای شما تمرات بعد اون دیگه بعد پس که صدا دیگه چرا نمیشه آفیسر اونجا بعد ازتون کار میگیره بعد میگه که شما اینجا مثلا بعد پول تو دست بود دستش میگیره، یعنی پول تو دستش گرفت خانواده خب کارتون چیه؟ اینه اینا بعد من تو شکش پولو بشموره یا نشموره دیگه این ها صحبت هم همسای منشه اینجا قبول کرد پولو به اون داد پولو میشم ولی رفتیم شو آفیسه رفتیم خیلی اونجا با دیگه اونجا دار کرد این پول چیه با باید پولی که میگم که بکنید به خاطر اینه که از مسائل گفتم میخوایم مکشور بشن که مسئله دیگه از ارتباطی به جریان ایران از روما و از هر جایی بیاد، از مکزیک بیاد، اینجا بیاد، میخواد نکشه بشن اینکه مای پوله چیز نیست. البته من فکر میکنم چون ایران الان تحریم هستش یه مقداری ممکنه رو بودن بیشتر از سنسی بیاد یکی از ایران میاد تا از مکزیک بیاد شور چون الان مستقا در بابت مناسبی نیست احتمالا ممکنه مشکل بیشتر 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 توجه
هیچوقت خوب نبود. 38 ساله که خوب نیست. مسائل تاکسی و اینا اونها یه چیزایی که هر کسی خودش میره کنه، وگرنه در عرض روز میلیون ها پول از این حساب میاد میره توی حساب یکی میاد میره اون کسی به کسی که اونقدر پول گرفته میشه به اسکروها میره به جاهای مختلف میره کاری نداره، ولی اگه یه جایی کسی اینکام داشته موظف اینکامشو بره ریپورت کنه. ولی اگه این اینکام نبوده شما پولتو 10 دفعه بذاره تو حساب 10 دفعه حسابت بر کسی جایی چیزی نمیشه، تازه یکی هم بیاد سوال کنه پول شماست، حالا چی یه دلار باشه چه 100000 دلار باشه. شما فکر میکنید که مثلا اگه من چند تا دوستان خودم هستن من کار ریال استیت هم هر این صحبت شما رو میکردن که لوکیشن، ولی فکر میکنید مثلا اگر که من بخوام مثلا در حد 300-400000 دلار یه خونه رو بگیرم، حالا همه درآمدم و همه چی درست باشه، ولی با این پول نمیتونم اون لوکیشن رو رعایت کنم چون کجا بخرم با این؟ خب درسته حرف شما نمیشه، ولی خب همونم که میره باز همون پولم و همون نسبت خودش که میتونه آدم افورد بکنه باز یه رشد خاصی داره. چون شما الان نمیتونی بری در بیولی هیلز بخری دازنت مین که نباید هیچ کاری آدم بکنه. همونی هم که اینجا بودم همون خونه 37000 دلاری هم الان شده 14000 دلار. پس پول میاره. از جنرالی هست. ولی میتونه مثل اون سانتا مونیکا بشه 10 برابر، ولی اونی هم که نورتیجی از 10 هست برابرش گرفته. حالا منظور من اینه که تو همین اریای ولی شما کجا رو بهتر پیشنهاد می‌کنید؟ ببینید جا بسیاری بداری که شما چیز ولی چیزی نیست. خب یه چیز آبیس همین اریایی که هر چی که به وستایل نزدیکترین پرایمتر شرمن اوکس، انسینو، استیدو سیتی با چود از اون بر به هیلز نزدیکتره، از اون بر میره بشه به هالیوود اینا. خب obviously these are better location. هرچی میره به نورت بدتر میشه، میره نورت هالیوود و میره پامونا و اینجا میره ممکنه با یه استخر و سه تا طبقه هم بوش بدن ولی ارزشی نداره. میدونی چی میگم؟ اینا به اصطلاح it's not the neighborhood you wanna be. ولی جنرالی اینجا که ما داریم همه صحبت میکنیم اینا وقتی شما داریم میخری بعد حساب اینو بکنی که الان میخوای اینو الان بفروشی میخوای به کی بفروشی؟ کیه؟ اون crowded کیه؟ اون آدمی که میاد obviously اگه ببینی الان یه جای پرایم تری بخری خب وقتی شما میخوای اینو بفروشی باز براش یه آدمی هست که اونو میخواد. خب اینجا ها obviously مداتق همین شرمن اوکس که داریم صحبت میکنیم خب close like 5 minutes از این بر که میخوای بری به بولدرهیز یه اندازه است، به این بر به دل یه اندازه است، به وستاید یه اندازه است، درست سنتر هست desirable نمیدونم این سینا هست دیدم بولدرهیز desirable حتی بعضی ها همین های قیمت هایی که شما بگید تو کلبسه است those are desirable, there's a good crowd good school. آره مثلا شما شاید اینی که داری میگی شاید بهتر باشه مثلا تو کلبسه است بگید you can find something crowdش خوبه اریاش کلینه آدم های خوب داره you can find something you like فعال همیشه خونه خریدن از اجاره نشینی بهتر صد درصد هر جا باشه فعال هم صاحبه یه ملک کاری که فقط میکنید باید شما باید درآمد وسایلتون که درست بکنید چی بعدم برید درآمد برام برید که هی بیشتر ببینید زود تصمیم نگیرید هی همه رو ببینید مطالعه کنید با آدمای دور و برتون حرف بزنید بتونید تصمیم بهتری بگیرید. سوالی دیگه چه سوالی دارم خواهش می‌کنم چه مدت باید نامه‌نویسی دو ماه دو تا استیتمنت باید باشه دو تا استیتمنت یعنی شما